قیافه روشنگران، عبور از خط قرمز، گذر از قدغن‌ها برای دستیابی به حقیقت. تجربه ها و اندیشه های اهل خرد و رویارویی با تابوها. آنچه دیگران از شما پنهان می کنند ما به شما می گوییم. برنامه ای از رادیو تلویزیون مانی. به شما دوستان و نازنینان و همراهان برنامه های رادیو تلویزیون مانی درود میگویم. من مانی هستم و ما با هم امروز 32 برنامه عبور از خط قرمز تاریخ رو دنبال میکنیم با حضور دو استاد و شاعر و پژوهشگر ارجمند، آقایان اسماعیل وفا یغمایی و ایمان سلیمانی امیری. عرض کنم که ما در هفته گذشته برنامه نداشتیم چون کاری پیش آمده بود، برای یکی از دوستان نمیتونست باشه و چون این برنامه ما کلاسیک شده باید هر سه با هم باشیم و با هم هم از نخست بوده ایم و قرار است تا پایانش با هم باشیم، بنابراین برنامه رو اجرا نکردیم. ما رسیده بودیم به خلفای راشدین و به خلیفه چهارم امیرالمؤمنین موقت علی ابن ابی طالب که آمد و در کوفه پیروزی هایی به دست آورد در جنگ جمل و پیروانی داشت، اطرافیانی داشت، دورش جمع شدن به او، یعنی عادت هم بود، رسم هم بود، عنوان امیرالمؤمنین دادند و این در زمانی بود که هنوز خون عثمان که بر زمین ریخته شده بود خشک نشده بود و بسیارانی از مسلمانان به ویژه مسلمانان در شام، سوریه امروز، که زیر فرماندهی معاویه بودند بر این باور بودند که علی در کشتن عثمان نقش داشته است، حالان که علی میگفت من نقش ندارم. به همین خاطر که او احتمال میرفت که نقش داشته باشد، که ما این رو بررسی کردیم، میتونید برنامه قبلی رو نگاه بکنید، عایشه و طلحه و زبیر به جنگ علی آمدند و البته در جنگ جمل و شکست خوردن. حالا ما میخوایم اینو ادامه بدیم ببینیم که اکنون که در سال 37 هجری علی به خلافت میرسه، در دوره 4 ساله خلافت چه اتفاقاتی براش میفته و مهمتر از همه دعوایی که او با پسرعموهای خودش از قبایل خودشون، از امویان و بنی امیه یا معاویه داشتن بر سر چی بود؟ پیداست که بر سر قدرت بود، ولی شیوه های رو در روی اینها، نام نگاری های اینها، دعوه ها و نزاهایی هایی که اینا داشتن بسیار جالبه و عبرت آموزه و مهمتر از همه اینکه همه اون وقایعی که بین این قبایل در آن زمان اتفاق افتاده در بیرون از خاک ایران و تقریبا بی ربط به سرنوشت ما ایرانی ها، تا به اکنون به سرنوشت فرهنگی، دینی و سیاسی ما در این 1400 سال گذشته تبدیل شده. بسیاری از ملت های دیگه این مسائل پشت سر گذاشتن، ممکنه مسلمان هم ماندند ظاهرا، ولی دیگه با این مسائل کاری ندارن، دارن زندگیشون رو میکنن. اما کشور ایران که اتفاقا میبایست به نسبت
تفاوت‌های فرهنگی عمیقی که داشته با همسایگان آن زمانش در پایانه دوره ساسانی ها، باید زودتر از همه اونها خودش خلاص میکرد از همه این داستان ها. اما نکرد، روز به روز عمیق و عمیقتر در این چاه ویل فرو رفته، تا به امروز که ما همین الان به دوستان میگفتم وقتی که تشنمون میشه یک لیوان آب میخوریم میگیم لعنت بر یزید. چه ربطی داره؟ هر انسان در هر جای دنیا تشنش بشه آب میخوره دیگه لعنت بر یزید و نمیدونم سلام بر حسین و این چیزا نداره. این دعوا در واقع آخوندها برای ما درست کردن، داغش کردن، نگش داشتن، حکومت ها، سلاطین، مستبد ها، روحانیت، تاریخ نویس ها، کاتبان ایرانی عرب و مسلمان، و ما رو به یک جایی بردن که اصلا عادتاً حتی اگر از نظر تئوریک و فکری غلبه کرده باشیم بر این نوع اندیشه که نیست، بر این نوع بینش، اما عادتا ممکنه مثل اون عمل بکنیم. اگر من هیچ باوری به شخصیتی برجسته و الهی به نام علی ندارم، برای ممکن موقعی که با کسی خداحافظی میکنم مثلا بگم یا علی، یعنی تا اونجا نشست کرده در ذهن ما. خب من سخن رو در واقع میخوام بسپارم دست دوستانی که در برنامه هستن و نظر اونها رو بشنوم. من فقط خواستم فضای رو باز کنم بگم که اهمیت این که ما وارد این بحث ها میشیم در چیست؟ در این است که ما باید از اون قالبی که برای ما گرفتن بیایم بیرون. یک هندوانه قالبش کرویه تقریبا، حالا یا یکم دراستر. ژاپنی‌ها در چند سال پیش برای صرفه‌جویی در جا این هندوانه رو کردن تو قالب‌های مربعی خشتی، همه یک اندازه که راحت‌تر مثلا قابل حمل باشن. آیا واقعا ما رو نکردن تو یک قالب ویژه فرهنگی و همون مثل هم به صورت خشت‌های یک دست در نیامدیم که هر کس هر جور خواست به عنوان معمار ما رو رو هم بچینه و از ما ساختمانی رو درست بکنه که خودش میخواهد و ما دیگه نقش و شخصیت و هویت شخصی و ملی خودمون در اختیار خودمون نباشه. خب من درود میگم به مهمانان ارجمندم، آقای سلیمانی امیری که در هفته گذشته تا به این روزی که الان ما در خدمتش هستیم چند تا مناظره داشت با مدعیان در رسانه‌های دیگه. من میدونم که خب وقت میبره، انرژی میبره، خسته میشه، به همین خاطر بهشون میگم خسته نباشید و شادمانم. من یکی دو تاش رو دیدم، مانند همیشه و همان گونه که از شما انتظار میرفت خوش درخشیدید و خوب سخن گفتید، عادلانه، منصفانه، محققانه و مستند. به همین خاطر سخنان شما هر چه که باشه در دل می نشیند. خوش آمدید آقای یغمایی، شما هم خیلی خیلی خوش آمدید. شما هم توی این دو هفته گذشته زیر فشار بودید و سعی کردن شما رو خیلی اذیت بکنن و سرگرم پاسخ دادن به مدعیان بودید و چه دنیای عجیبی است. ما سرنوشت کشورمون در یک جای دیگری باید رقم بخوره، ما باید کارهای دیگری بکنیم، اومدیم و مجبور میشویم گاهی در این سخبندی هایی که نباید در درون یک جامعه به نام ایران وجود داشته باشه میفتیم متاسفانه. خب خیلی خوش آمدید آقای سلیمانی امیری نازنین. شما قشنگ به من و امثال من رو ببرید توی اون زمانی که علی پسر ابی طالب به قدرت رسیده، ولی تنها یک بخشی از اطرافیانش او رو حمایت میکنن. بدنه اصلی مسلمان ها در اون گستره‌ای که بوده از مصر تا شام و در خود حجاز و عراق و ایران او رو امیرالمؤمنین نمیدونستن و در واقع امویان همه کاره بودن، چون منتخب خلفای قبلی بودند
و حکم رسمی داشتند. آقای سلیمانی مثل که از اتاق افتادن بیرون از بس من صحبت کردم، حالا حتما برمیگردن. اگر تأخیر داشتن من با شما شروع میکنم آقای یغمایی عزیز، چون ایشون در گاهی در محلی که زندگی میکنن برق میره و حالا دیگه کی برگرده دوباره معلوم نیست. خب آقای یغمایی، اگر شما صدای منو دارید، من همین پرسش رو که با ایشون در میان گذاشتم، تمام شده بود پرسشم، با شما در میان میگذارم که شما پیش زمینه های این نزاع خانوادگی پسر عموها بین معاویه و علی رو برای ما بیان کنید. ببینیم، امیدوارم که آقای سلیمانی بازگردن، ولی من شروع میکنم. ببینید، من به عنوان کسی که روی تاریخ ایران و اسلام نخست به خاطر آگاهی خودم شروع کردم و بعد کشیده شد به یه تحقیق مفصله که الان 30 سال تمام هست، نخستین حرف من اینه با همیهنان، با دوستان، با شنوندگان، با منتقدان، نخست ما به چهرهای تاریخی سیمای تاریخی بدیم. یعنی علی و معاویه، کوروش و نادرشاه افشار یا آقا محمد خان قاجار، یا هر کی رو ما قبول داریم، مثلا یعقوب لیث رو به عنوان مثبت قبول داریم و کریم خان رو، باید چهره تاریخی بگیم تا بفهمیم که چه اتفاقی افتاده. زیرا تا وقتی که در مدار خیالات خودمون، جاذبه ها و دافعه های خیالی ما محصولیم، هیچی نمیتونیم بفهمیم. وقتی وارد تاریخ اسلام ما میشیم، مشکل 100 برابر میشه. برای اینکه یک بار با یک چهره روبرویم که از اول حق داشته، یعنی علی ابن ابی طالب از آغاز محق بوده. حالا برید تو عرفان، برید تو ادبیات ما که به یک خیالات واقعا ترهاتی ما میرسیم که قبل از پیامبر متولد شده، اصلا قبل از حضرت آدم علی متولد شده. تو شعر مولوی ما میبینیم که چه چیزهایی رو سرهم میکنه این شاعر بزرگ و ارجمند ما که واقعا تو خیلی زمین ها حرفای درستی زده، ولی خیلی زمین ها موقعی که رفته تو مذهب به عنوان یک فقیه با قول زرین کوب که میگه این دو تا چهره داره، یه چهره شاعر، یه چهره فقیه، حرفاش درست نیست. درباره علی و معاویه ما باید نخست این چنین ببینیم، یعنی علی سیمای تاریخی، معاویه سیمای تاریخی. این دعوا رو ما قبل هم صحبت کردیم، دعوای سه شاخه اسلام و پسر عموها بود بر سر قدرت. یک حرکتی در عربستان شروع میشه که ما اشاره کردیم، آقای سلیمانی، شما آقای منی همه این زمینه صحبت کردید. جنبش ایجاد میشه زمان ابوبکر، وقتی محمد میمیره ابوبکر سر و سامان میده، این تضاد رو صادر میکنه به خارج برای اینکه جنبش نمیره. و زمان عمر پس از اینکه یه سری دستگرمی های اینا میکنن در غارت مردم ایران برای دولت ساسانی که ضعیف شده بود، اشاره کردیم که در 6 سال قبل از مرگ پیامبر اسلام 8 یا 10 پادشاه ایرانی ترور و کشته شدن، یعنی کاملا مملکت خلاصه در حال تزلزل. خب این زمان اندکی بعد شاهد حمله هستیم و یک امپراتوری بزرگ سقوط میکنه تو دامان یک قبایلی که صحرانشین بودن، فقیر بودن، دنبال شتر و اسب بودن، اشکالی هم اینا نداره، و یه مرتبه رسیدن به قدرت و ثروت. و اینجاست که جنگ شروع میشه. یعنی هیچ چیز الهی در تاریخ وجود نداره دوستان عزیز. اگر چیز الهی در تاریخ وجود داشت، شبی که نیشابور از دم تیغ مغولان میگذشت و فریاد مردم مسلمان نیشابور به آسمون بود، باید یه معجزه میشد. 10 هزار نفر سر بریدن، کشتن، یا زلزله. تاریخ بر اساس قوانین خودش حرکت میکنه و جنگ قدرت شروع شد. نخست 4 خلیفه، ابوبکر، عمر، عثمان و علی. و الان ما رسیدیم به دوران علی. این جنگ قدرت بین پسر عموهای همخون، یعنی عباسیان، امویان و علویان ادامه داره. زمان علی،
خلاصه در حقیقت پایه هایی رو که نتونه صفر کنه بعدها آخونده صفر کردن. ولی امویان که به پیشتازی معاویه ریشه های قبلیشون هم وجود داشت، اینجا سر و کلهشون پیدا شد و ما اینجا شاهد سفارایی بر سر فقط و فقط قدرت هستیم. وقتی تو تاریخ اسلام وارد میشیم ما، آقا علی ابن ابی طالب جنگ های زیادی کرد، نمیدونم جنگ های عادلانه، بعد برداشتن سه بخش کردن که دشمنان علی سه خلاصه طایفن، ناکسین، قاستین و مارقین. ناکسین کسانی که پیمان شکنی میکنن، به اصطلاح قاستین هم کسایی هستند که منحرف میشن، و سرانجام مارقین کسایی که به قول معروف مکروهینه میکنن، که هر دارم توضیح دادن شریعتی هم تو این دام افتاده، تمام گروه های مسلمان. در حالی که واقعیت نیست، علی یک چهره سیاسی بود که اومد بر سر قدرت، مخالفان خودش رو داشت. و ما وقتی که مراجعه بکنیم به تاریخ، مثلا بخوایم نگاه بکنیم که چه وضعیتی بود، نخست باید ما این مسئله رو درک بکنیم که این مسائلی که جناب خمینی، امثال خمینی، آخوند و حتی به اصطلاح نواندیشان مذهبی علم میکنند واقعی نیست. مثلا شما اگر که حداقل وارد صحبتهای بنیانگذار جمهوری اسلامی بشید، این طرف تمام بحثش اینه که علی الهی بود، علی خلاصه میخواست جاه طلبان رو بکوبه که به اصطلاح ناکسین بودن، بعد ظالمان رو میخواست بکوبه که اینا رو قاستین بودن، و بعدش هم میخواست کسانی رو که به اصطلاح حرفشو گوش نمیکردند و به قول معروف مارقین بودند، اینها رو از بین ببره. ولی سوال اینه که ببینید، بالاخره در پایان تاریخ بعد از 1200-300 سال بعد از معاویه، قاستین و مارقین و خلاصه ناکسین رو جناب امام خمینی شکست داد و حکومت علوی رو علم کرد. چه بر سر ما اومد؟ اینجاست که وقتی ما مقایسه بکنیم چهره تاریخی علی رو با معاویه، و نیز چهره تاریخی معاویه رو با کسی که بنیانگذار حکومت علوی است در ایران، اون وقت میفهمیم که واقعیت هم چی بوده و جنگ بر سر قدرت است و نه هیچ چیز دیگر. اینجاست که ما باید مسئله رو بدونیم. بعد من اینجا اشاره دارم که ما برای اینکه زمینه تاریخ رو مثلا درست بفهمیم و قبل از ورود به این جنگ به اصطلاح صفین که دومین جنگ بود که علی دوران حکومتش رو این 4 ساله همش به جنگ گذاشت و خونریزی و کشتار، و ما پس از جمل میرسیم به صفین که اینجا در حقیقت شاهد یک خونریزی شدید بین مسلمان‌ها بر سر قدرت، و اینجا معاویه رو چهره شیطانی و اهریمنی ازش می‌زنن. معاویه یک بازیگر سیاسی بود در طول تاریخ. ما چرا مثلا جنگ بین شاه اسماعیل صفوی و برادرانش رو یا شاه اسماعیل دوم رو ما اینجوری الهی نمی‌بینیم؟ برای اینکه رنگ مذهبی روش نیست، اون هم بر سر قدرت بود. یا حتی زمان خمینی، جناح اصلاح طلب، اصولگرا، نمی‌بینیم. برای اینکه به اینا جنبه الهی نمیدیم. ولی معاویه و علی رو ما چهره تاریخشون حذف میکنیم و موقعی که جنگ بر سر قدرته نمیبینیم. ببینید صفبندی ها واقعی بود. مثلا جالبه که ما فرماندهانی رو که در این جنگ حالا موقعی رسیدیم توضیح داده خواهد شد، آقای سلیمانی دقیق‌تر توضیح میده، یکی از فرماندهان گردن کلفت این ماجرا شمر ابن زلجوشن که در جناح علی است و فرمانده یکی از سپاه علی رو به عهده داره در مقابل معاویه. ولی همین آدم اندک زمانی بعد تغییر موضع میده و میره طرف مقابل. تو حیطه تاریخ نگاری مذهبی شمر یک موجود شیطانی است، ولی تو حیطه تاریخ نگاری سیاسی شمر یک انسان سیاسی است که موضع گیری سیاسی داره، از این ور کشیده میشه به اون ور و بعدش هم آخر کار میره تو اساسا سیستم امویان. یا مثلا وقتی که ما مراجعه میکنیم به نوت‌های سردمداران جمهوری اسلامی، آقا علی میخواست حکومت علوی راه بیاندازد، معاویه میخواست جلوشو بگیرد، نمیدونم اموال افمیل بکنه. ولی وقتی ما میریم در دوران
میخواد یکی از حرفای خمینی بارها من نطقاشو تقریبا بیشتر نطقاشو خوندم به خاطر شناخت این آدم، تأکید میکنه که معاویه میخواست اسلام رو از بین ببره، چه در جنگ جمل که توطئه کرد به قول اونها، چه در جنگ صفین. ولی از خمینی باید پرسید اسلام مرهون سلسله اموی است در زمینه تاریخ. در زمان خلفا حدود 7.5 تا 9 میلیون کیلومتر مربع اینها گرفتند و فتح شد. وسعت امپراتوری اسلامی در زمان امویان رسید به 17 تا 18 میلیون کیلومتر مربع، یعنی تا اسپانیا رو گرفتند و 8 میلیون کیلومتر مربع بیش از دوره هخامنشیان و زمان کوروش. این مرهون سلسله اموی است. اگر فرزند آخوندها به جای اینکه به اصطلاح نون علی رو بخورن، فرزند علی پیروز شده بود و این آخوندها آخوندهای معاویه بودن، الان ما شاهد بودیم که ملاها اون رو میکوبیدن و از معاویه تعریف میکردن. ولی چون جبهه اینها جبهه علوی است و اینا تخم ترکه اونن، نمیبینند. خمینی هم نمیبینه که معاویه نه تنها اسلام رو از بین نبرد بلکه به اوج قدرت رسوند خلفای اموی. و ما باید ذهنمون از این خالی بکنیم که به اصطلاح این یک چیزی است که اینها علیه اسلام کار میکردن. این چنین نیست. واقعیت اینه که حکومت علوی و حکومت علی و حکومت معاویه توی نگاه تاریخی وقتی ما نگاه بکنیم بر سر قدرت بود و تا جایی که به ما مربوطه هر دو طرف اینها جز چاپیدن ایران، جز غارت، جز جزیه بستن کاری نکردن. از این بگذاریم که به نظر من در زمان معاویه قضیه شلتر بود. این رو میشه بررسی کرد، به خصوص که با توجه داشته باشیم حکومت معاویه اولین حکومتی بود که دین و دولت رو از هم جدا کرد. خدا آخونده هم این رو قبول دارن، میگن بر اساس قرآن عمل نمی کرد. یعنی یه نوع لیبرالیزم رو ما در دوره معاویه شاهدیم. این نکاتیه که من تو ابتدا میتونستم اشاره کنم. بله، سپاسگزارم. هنوز که همراه گرامیمون آقای سلیمانی نیامدن دوباره. آقای یغمایی عزیز، یک نکته رو که در برنامه پیشین هم روش تاکید داشتید و روش مکث کردیم همه ما، مسئله قداست زدائی از امر تاریخ است. این تاریخ آن چیزی است که اتفاق افتاده، فاقد هر گونه قداست یا ضد قداست است. جنگی شده، دو گروه یا دو کشور، دو ملت، دو قبیله، دو نفر با هم جنگیدن، یکی شکست خورده، یکی پیروز شده، پیروز در یک جنگ دیگری شکست خورده، شکست خورده در یک جنگ دیگری پیروز شده، شهری ویران شده، بر ویرانه اون شهر شهر دیگری درست شده. اینا تاریخ است، یعنی سرگذشت است نه سرنوشت. سرگذشتی است که بر انسانها، بر ملتها و بر کشورها میفته، پیش میاد براش. خب از لحظه ای که ما بیایم این امر رو قدسیش بکنیم، مثلا از کوروش پادشاه هخامنشی یک قدیس بزرگ درست بکنیم، از رستم که یک انسان ورزیده و پهلوانی بوده، یک موجود فرافیزیکی درست بکنی، دیگه نسبت به او دارای بینش و نگرش نیستیم، مغلوب اویی، پیشاپیش مغلوب هستیم، چون امر مقدسی است. در برابر امر مقدس و فرد مقدس سخنی دیگه نمیشه گفت. درست مثل پادگان که میگن در ارتش چرا وجود ندارد، در دین چرا وجود ندارد، فقط ایمان وجود دارد. پرسش و شک گناه کبیره است و هرگاه که حکومت هم اسلامی باشد میتواند در همین دنیا پاداش طرف رو
با مرگ و شکنجه و زندان و هر چیز دیگری بدهد. اما در هیچ تاریخی، در هیچ کشوری، در هیچ جای این کره زمین که ما زندگی میکنیم، از دیدگاه من تا به اکنون هیچ امر مقدسی اتفاق نیفتاده، چون اصلا چیزی به نام مقدس وجود نداره که بخواد اتفاق بیفته. ما خودمون هستیم که فرزندانمون رو بهترین فرزندان دنیا میدونیم. هر خانواده، هر پدر مادری فکر میکنه، شاید همشون، نه البته اونایی که خرد چندانی ندارن، فکر میکنن بچهشون بهترین بچه دنیاست، مادرشون بهترین مادر دنیاست. بعد بین ملت ها هم پیدا میشه که مثلا میگن قهرمان ما، پهلوان تاریخی ما، بهترین پهلوان تاریخی همه جهانه، و شروع میکنن به مفاهیم غیر تاریخی بخشیدن به اموری تاریخی. من خیلی ستایش میکنم نگاه شما رو که این شخصیت ها رو نخست از اون قالب قدسیشون بیرون میارید و بعد میگید آقا این یک انسانی بوده با این خصوصیات، و خصوصیاتش رو هم شما نمیگید، از روی اسنادی بیان میکنید که دیگران نوشتند و گفتند و باور همگانی هم بر آن هست، که گاهی هم باورهای همگانی غلط هم هستند، و از اونجا به بعد او رو بررسی میکنید. خب از اونجا دیگه کار راحته، یعنی ما شهامت این رو که علی رو نقد کنیم پیدا خواهیم کرد، جسارت این رو که اگر علی آدم نامناسبی بوده کنارش بگذاریم رو داریم، میتونیم این کارو بکنیم، هیچ کس هم نمیتونه یقه ما رو بگیره، و میتوانیم تاریخ رو آنگونه که بوده درک کنیم و بر اساس اون آینده خودمون رو تنظیم کنیم. اما در حال حاضر ما دوچار امور قدسی هستیم. قرآن مقدس، محمد مقدس، اسرائیل و نمیدونم فرشتگان و همه اینا موجودات، هرچند که بعضیاشون نیستن، اصلا مقدسن. امام ها مقدسن، و حتی برای کسانی که ولی فقیه خودشون رو میدونن، ما یک نوع قدسیت درست میکنیم. میریم توی کوهستان ها، مثلا توی کف رودخونه یک سنگ بزرگی هست، مثلا میگن نگاه کن روش، نگاه کنی جای پای خضر اونجاست، اینجا اسب علی آب نوشیده، در حالی که علی اصلا با اسبش در اون منطقه نبوده، هرگز نبوده، و اینجا این چشمه نظر کرده است، نظر یکی از امامزاده ها به این افتاده به این چشمه، و این چشمه دیگه مقدسه. این درخت نظر کرده است، یعنی یکی از این امامزاده ها، عرب هایی که اومده بودن ایران، نگاهش افتاده مثلا به این درخت، و این درخت دیگه مقدس رو شما میتونید برید اونجا و بهش دخیل ببندید. در مورد موضوع معاویه و علی هم همینه. ما یاد گرفتیم که بگوییم مرگ بر معاویه، مرگ بر یزید، لعنت بر شمر و یزید، و اشک بریزیم برای علی، برای حسین، برای حسن. اما خود اسناد تاریخی میگویند که هم علی، هم پسرش حسین، و هم اون که پسرش حسن، نه تنها برای مقداری از قدرت و حقوق ماهیانه که میخواستن از معاویه بگیرن با هم مجادله میکردن، از اون ور معاویه هم به علی میگفت که اگر تو میخوای که من به عنوان خلیفه بپذیرمت، باید هم شام رو، سوریه رو که الان دارم قبول بکنی که همچنان زیر نگین من بماند، و هم حکومت مصر رو هم به من بسپری، و در قراردادی که با من مینویسی ذکر کنی که پذیرفتن هیچ کس رو به عنوان امیرالمؤمنین و خلیفه برگردن من نگذاری. علی تو این معامله سفیر میفرسته،
جواب میده، نامه مینویسه، اون نامه مینویسه، تا میرسه به جایی که میبینه نه، نمیتونه معاویه رو به زیر مهمیز خودش بیاره. معاویه هم سپاهی داره قوی تر، حکومتی داره سامان یافته بعد از مدت که در شام حکومت میکرده، از نظر مالیاتگیری و سربازش و پادگانش و اموراتش و شهرداریش و همه چیزش و قوی تر از علیه. و علی دیگه ناگزیر میشه، اعلام جنگ میکنه با اون و وارد ماجرایی میشه که شما میتونید ادامه بدید، بیانش بکنید و نقد و نگاه خودتون هم رویدادها داشته باشید تا ببینیم آقای سلیمانی تشریف میارن یا نه. اگر نیومدن دیگه باید بعدن دریابیم که چه مشکل برشون پیش اومد. بفرمایید برگردن و بخش دوم برنامه رو کامپلیت بسپاریم دست جناب سلیمانی. ما فعلا تو زمینهای تاریخی، ببینید سوال اینه، من این کسانی که چهرهای تاریخی رو تبدیل میکنم به الهی، سوالم اینه که این چه پروردگار ابلهی است که اجازه داد جان جهان و آفرینش رو مغلوب کسی مثل معاویه بکنه؟ اگر که شما معتقدید این چه بازی تاریخی، تاریخ یا آزاده میتونیم فکر کنیم که انسان رو مثلا حتی مذهبی که باشیم یا مذهبی که نه، مثلا معتقد باشیم یک حساب کتابی در جهان وجود داره، انسان آزاد آفرید و بهش گفت آقا جان تاریخ رو دستای تو باید بچرخونه، به قول لیپو شاعری که 12 قرن قبل زندگی میکرد، شاعر چینی، میگه فرزند زمین و آسمانم، دستهایم آسمان را میچرخاند و پاهایم زمین را. من این 15 سالم بود اینو خوندم و خیلی لذت بردم. یا این انسان یا نه، یه پروردگاریست که از اول قبل از حضرت آدم علی انتخاب کرده، این هم هم شعر و بیت و درویش و زورخانه و بند بساط، و این مغلوب یک اهریمنی به اسم معاویه، اهریمن به قول آخوندا میشه که حدود 90 سال به اصطلاح خورشیدی و 100 سال هجری یکم بیشتر این حکومت میکنه. مینیمم میگن که 14 میلیون کیلومتر، ماکسیمم 17 میلیون کیلومتر مربع در اوجشون بوده و این سوال رو نمی کنن که به چه دلیل. نکته دومی که با سوال بکنن اینه که الان معاویه بر ما حکومت نمی کنه، در 40 سال گذشته در آیین علی به طور کامل حکومت میکنه. من روی این تاکید میکنم، خمینی تالیتل و علیست، شک نکنید. نه تنها خمینی تالیتل و علیست، بلکه رهبر عقیدتی مجاهدین است تالیتل و علیست با کارهایی که میکنه. همین برخوردهایی که با خود من داشتن، من رو فرد نمیخوام برم، چه کردن با این مملکت. و اگر معاویه بود فرض کنید در 22 بهمن محمد رضا شاه سقوط کرده بود، یزید بر سر کار اومده بود. سوالی از همیهنان اینه که از جهان خرافات و ترهات بیاییم بیرون، موزگی داشته باشیم، ولی یزید چه کاری میکرد که خمینی نکرد؟ با کشتن 7000 تن ظرف یک ماه زندانی که زندانیشون سپری شده بود و با اون کشتارهای سال 60-61 بچه 10-11 ساله مثل فاطمه مصباح رو به رگبار گلوله بستن، اون جنایاتی که کردن، ولی ما اینا رو نمیبینیم. در حالی که به اصطلاح پیرو و علی سکان رو در دستوره، ما یقه معاویه رو چسبیدیم و اینجاست که پر از خرافات دید تاریخی ما، حتی روشنفکران مذهبی. من برای اینکه روشن بشه و ببینیم که واقعا واقعیت تاریخ چیه، من خودم یه تحقیقی دارم نیمه کار است، حدود 300-400 صفحه نوشتم به اسم بررسی دوران معاویه و یزید، اجتماعی سیاسی. واقعا رفتم توش، سال 2016 بود که به دلیل گرفتاری نیمه کاره مونده، امیدوارم که تمومش کنم. من یه نکاتی رو اشاره میکنم اینجا در رابطه با همین قضیه. شما نگاه بکنید، معاویه که به قدرت میرسه، مرکز خلافت از مدینه میره دمشق، شهری که مرکز داد و ستد هست، وارث تمدن یونانی هست، و این موجب میشه که در حقیقت اعراب به طرف شهرنشینی رو بیارن با وجود معاویه. و ما اینجاست که شاهدیم که شاهد یک رشد فرهنگی بسیار قوی هستیم در دوره معاویه که اینو هیچ آخوند هیچ مذهبی حاضر نیست ببینه. ببینید در دوره
بنی امیه یکی از چیزهای بسیار مهمی که رخ داد جدایی دین از سیاست بود، چیزی که اگر امروز فرض کنید شما جناب معاویه در ایران بود و به عنوان اپوزیسیون خودش معرفی میکرد حتی پیشرفته تر از برخی از اپوزیسیون هاست که هنوز به حاکمیت نرسیدن جمهوری دموکراتیک اسلامی اعلام میکنه. معاویه این تیپی نبود. معاویه دین رو از سیاست جدا کرد، به طور واقعی هم جدا کرد. اینو بهش انتقاد میکنن که آقا اسلام رو از بین برد، ولی به نظر من کار بسیار بسیار درستی کرد. این موجب شد که مثلا نمونه شما نگاه بکنید، این آقای اسلام شناس معروف ایگناس گولدزیهر میگه که یک روحیه کاملا غیر مذهبی مشخص کننده دوران 90 ساله حکمرانی بنی امیه است. آنان خود را حکمرانان دنیوی به شمار می آوردند تا جانشینان محمد. به جز عمر دوم، یعنی عمر ابن عبدالعزیز که مردی متدین بود، دیگر حکمرانان بنی امیه آشکارا با روح اسلامی دشمن بودند. قرآن راهنمای راهشان نبود. آنان که قرآن را نیک می دانستند و گفتار پیامبر را آویزه گوش خود قرار داده بودند، کم اهمیت و گمنام باقی ماندند و نتوانستند تأثیر بگذارند و این رسالت مهم را امویان به شعرا تفویض کردند. این شعرا بودند که توانستند به آرمانهای اعراب پیش از اسلام بازگردند و روح قبلی را خلاصه از نو تقویت بکنند. شما نگاه بکنید، اینو منصفانه ما نگاه بکنیم فارغ از چیز، این بده یا خوبه؟ من به عنوان یک انسان قرن 21، یک اکس مسلمی که 23 سال جنگیده و تجربه کرده، اینو کنار قرار میدم چهره تاریخی رو. همینطوری که من بارها گفتم و خود این رفقای سابق ما داد و بیداد که آقا در مقابل اعلیحضرت همایون زانو زد، من زانو نزدم، زندانی کشیدم، ولی در مقایسه گفتم، صد بار دیگه میگم، در مقایسه بین شاه و شیخ معلومه سگ درگاه شاه به اینا میارزه، ولی در مقابله با معاویه، با حکومت امویان، بعد از قرنها وقتی من دید تاریخی رو مقابل خودم قرار میدم، معلومه که بین بیشتر نزدیکم. بگویید بنده هم در جهنم کنار معاویه و یزید قرار میدن، هیچ اشکالی نداره. ببینید این روحی رو که مزاحم بود به نظر من، یعنی آدم هوشیاری بود، به همین دلیل علویان نتوانستن به دلیل کهنه گرایی موفق بشن. معاویه نیرو داشت. اگر ما بریم داخل تاریخ اسلام، برای چی علی رو شکست داد؟ برای چی نه تنها علی رو شکست داد، بلکه حسن با 60,000 سپاه موقعی اومد به پیشواز معاویه شکستش داد. ما نیروها رو حس میکنیم اینجا، طبقات اجتماعی رو که حمایت میکردن از معاویه حس میکنیم. خود حسن موقعی سر کار اومد، برای اینکه نیرو جذب کنه، اولین کاری که کرد بر پول سپاهیان 100% افزود. مثلا اگر 1,000 تومان بهشون میداد، آقا از این به بعد 2,000 تومان برای اینکه بجنگه، ولی حریف معاویه نشد، برای اینکه آدم سیاستمدار هوشیاری بود. و بعد کارکردهای تاریخیش کارکردهای جالبی است. ما وقتی مثلا میخونیم میبینیم که این معاویه، شما ببینید شخصیت خود فردی بود، کتابخوان، متن‌شناس و شاعر، دیوانی به او منصوب است. او برای انتقال از خلافت به سلطنت از مورخ نامدار عرب عبیده بن شریح الجرهمی مدد جست. از جنوب شبه جزیره عربستان او رو خواست، گفت سنگ نوشته های پادشاهان یمن را برایش فرا خواند، افسانه های انجیل را برای او بازگو کند. و از دیگر کسانی که معاویه وی را از یکی از مستعمرات ثابت ایرانی واقع در جنوب شبه جزیره عربستان به دربار خویش فرا خواند، وهب ابن منبه بود، یک یهودی تازه مسلمان، نقش مهمی در تدوین حقوق و الهیات اسلامی خلاصه ایفا نمود. یعنی این فرد جناب معاویه حواسش جمع بود، یعنی برگردون، میگن به سلطنت بازگردان. آری سلطنتی که او بازگردان مترقی تر از امامتی بود که علی میخواست بیاره. اینجا ما تعارف که نداریم، که شما قبلی صحبت میکردید ادهی میان میگن آقا اینجوری اونجوری یا فلان ملا میخواد بحث بکنه، ما تو رینگ اونا نمیجنگیم، تو رینگ بوکس آخوندها اونها بیان داخل صحنه ای که ما میخواییم بجنگیم، تو اینجا نمیتونه به قرآن استناد بکنه یا پیامبر اسلام اینطوری گفت. برای ما پیامبری برای بنده وجود نداری. محمد یک شخصیت هوشیار تاریخی است، مثل کوروش، مثل داریوش، مثل امیر تیمور، مثل چنگیزخان مغول، مثل خوب و بد. و
ولی برای من اینکه آقا از آسمان یک وحی نازل شده و جبرئیل اومده اینجا من تحت تاثیر قرار نمیگیرم. میگم آقا بیایید تو رینگ ما با هم دیگه بحث بکنیم، معاویه رو ما تو این رینگ بررسی میکنیم، تو رینگ تاریخ، یعنی به عنوان یک شخصیت تاریخی. خمینی رو هم همینطور، خمینی موفق شد مملکتی رو که شما نگاه بکنید تخم و ترکه راستین علی خمینی، لاجوردی هم همینطور بود و خیلی های دیگه اگر که صادق باشند. آقا مملکت ما رو که ما آزادی های مدنی رو داشتیم در ایران زمان شاه که خودش نیز مسلمان بود، متاسفانه پایبند بود به خیلی چیزها، زن ایرانی میتونست روسری سرش بکنه، چادر بذاره، چاخچول بذاره، مینیجوب بپوشه، دانشگاه بره. در کنار مسجد برخورداری از مثلا مرغ طلایی بود که آبجو میخوردن مردم، عده هم نمازشون میخوندن. خیلی خوب بگیم این حکومت طاغوت بود دیگه، حکومت معاویه بود، دین و دولت تنزه زیادی از هم جدا بود. آقا رفت معاویه مثلا، علی ابن ابی طالب اومد در چهره جناب خمینی، چه کرد با ما؟ در تمام دوره معاویه‌ای مثلا 57 ساله حکومت پهلوی، با عرض معذرت با مسامحه دارم مثال میزنم، قصدم توهین به هیچ کس نیست، آجان 497 نفر چریک و غیر چریک تیرباران شدند و اعدام شدند. فقط در ظرف یک ماه 7000 نفر رو حکومت علوی اعدام کرد در مرداد 67. شما نگاه بکنید تعداد کشتارهایی که از ورود این حکومت مذهبی به ایران رسید و حکومت معاویه ای رو حذف کرد. چقدر کرد کشتن، ترکمن کشتن، لور کشتن، مجاهد، فدایی، توده‌ای، ملیگرا. و این حکومت دیگه اینجاست که من میگم که معاویه رو ما واقعی ببینیم. معاویه رو ما با آخوند و منبر آخوند شناختیم، با روزخانی. یزید رو همینطور، یزید رو، یزید یک هزارم جنایت خمینی خامنه‌ای رو انجام نداده تو زندگیش. جنگی بوده که مزاحمش بوده، تو جنگ قدرت همدیگه رو میکشن، فقط یزید هم نکشته، شاه عباس هم بچه‌هاشو کشت، نادرشاه، رضا قلی میرزا اون سردار قدرتمندی رو که جانشینش بود کول کرد، جناب شاه اسماعیل دوم 22 تا از بچه برادراش سر برید تو جنگ قدرت، جناب پادشاه بعد از فتح علی شاه برادراشو کشت تو جنگ قدرت. این جنگ قدرت چیز الهی نیست. بنابراین ما در مقایسه که نگاه میکنیم میبینیم آقا حکومت طاغوت قابل مقایسه با حکومت علوی جناب خمینی نیست و کشتارهایی که در زمان معاویه شد به مراتب کمتر از حکومت علی است، در این شک نکنیم. منتها منبری کردن اینا رو، معاویه منبری است، یزید منبری است، حجاج منبری است، نه اینکه اینا جنایت نکردن، ولی منبری کردن یعنی ضد تاریخی کردن. و ما نخست قبل از جنگ صفین باید چهره ها رو به عنوان دو سردار جنگی جویای قدرت، یک ور معاویه است، یک ور علی ابن ابی طالب، تو صحنه بنشانیم، بعد به عنوان ناظران تاریخ بتونیم قضاوت کنیم. این نکاتی است که من میتونم، باز هم بسیار میشه تو این زمینه صحبت. بله آقای یرم، هنوز فرصت داریم. ببینید ما ایرانی ها از موقع که ما خودمون میشناسن و الان که کلی تو این 50 سال گذشته کتاب های تاریخ ایران رو، ادبیات ایران رو ورق زدم، با ایرانی ها نشست و برخاست کردم، میبینم که گویا به نظر میاد که ما یک کمبودی داریم که از شکست یا شکست های پیاپی در طول تاریخ در وجود ما نشسته و ما برای سرپوش گذاشتن به اون و برای جبرانش میایم یک پیله مقدسی یا پیرامون گذشتمو یا پیرامون فرهنگ نیاکانیمو درست میکنیم، در درون اون پیله سنگر میگیریم، اونجا رو یک فضای مقدس میسازیم و به کسی اجازه نمیدیم نقد کنه، خودمون هم نقد نمی کنیم و خودمون رو مسون میداریم از تأثیر گذار روزگار و اندیشه و تجربه بر سرنوشت خودمون. شما همین رو در مورد شاعران ایرانی هم میبینید، ما اشاره داشتیم اتفاقا در همین برنامه، ما شاعرانی داریم بسیار ارزشمند،
در پهنه ادبیات ایران، مولوی، حافظ، سعدی، خیام و خیلی دیگه. اما پیرامون بعضی از اینها یک حاله قدسی ایجاد کرده ایم که کوچکترین نقد بر هر یک از اینها نوعی کفر به حساب میاد. شاید در ایران شما راحت بتونید به حضرت محمد انتقاد بکنید، حضرت رو از زبان اونا میگم که جنبه قدسی بهش میدن، اما به حضرت مولانا و مولوی، منظورم مولوی هست، نمیشه انتقاد کرد. کافیست یکی پیدا بشه و حرف تازه‌ای درباره حافظ بزنه که با سلیقه ما ایرانی ها جور در نیاد، یا درباره کوروش بزرگ، یا درباره فردوسی. ما نه تنها زیر بارش نمیریم، بلکه به شدت در برابرش سنگر میگیریم، چون اینقدر ضعیف و شکننده هستیم که میدانیم کوچکترین سنگ انتقاد اون پیله شیشه ای ما رو میشکنه و ضعف ما توش اوریان میشه. چرا ما اگر ملت ضعیفی نباشیم، البته ملت ها افت دارن، خیز دارن، همشون هم یک دست نیستن، مردم در درون یک کشور، در درون یک ملت، اما آنچه که از خودشون بروز دست جمعی میدهند، اگر ما واهمه نداشته باشیم از پذیرش شکست هامون، که مردانه در جایی نجنگیدیم، در جاهای بعضی از ما خیانت کردند، در جاهای منافع فردی رو بر منافع جمعی ترجیح دادیم و جنگ پس از جنگ شکست خوردیم. من نمیدونم ما در طول این 2700 سال در کدوم جنگ ها پیروز شدیم. دو سه تاشون میدونم در دوره هخامنشی و ساسانی، ولی بعدش همش تقریبا شکست بوده. اگر یک فراز کوچولویی هم بوده، بیشتر جنبه دفاع داشته که دیگه بیشتر از اون شکست نخوریم. همه اینا ما رو وادار کرده، شاید، من روانشناس اجتماعی نیستم، اما حس که دارم، اندیشه که دارم، با این مردم هم زندگی کردم، خودم یک فرد کوچیکی از همین مردم هستم، توشون بزرگ شدم، کارگری کردم، درس دادم، با بزرگان ادبیات و فرهنگ زندگی کردم، با آدمای سیاسی زندگی کردم، با کارگران واقعی و دهقانان واقعی هم زندگی کردم، زندگی واقعی هم کردم از نزدیک. خب تا یه حدی میشناسم مردم خودم رو و میبینم که شما وقتی باش بحث میکنی و مثلا میرسی به علی، همین شخصی که مورد بحث ماست، در توی خانواده نشستی انتقاد میکنی، تمام هجوم میارن بهت که این حرفا چی داری میزنی، فلانی، میخوای همه ما رو سنگ بکنی، میخوای زندگی ما رو تباه بکنی. آخه آدم میشینه مثلا به حضرت علی مثلا انتقاد میکنه، آخه این چه کاریه فلان، یعنی قفل کرده، اون ذهن قفل کرده. وقتی که قفل کرده یعنی علی براش مقدس شده. قدسیت همون قفل است، رمز گشایشش هم وجود نداره، کلیدشو انداختن توی دریا یا توی بیابانهای پر از شن، قفل شده، مقدس شده. الان ما وقتی این قدسیت رو کنار میگذاریم و نگاه میکنیم دیگه، به عنوان شخصیت تاریخی میبینیم که معاویه، نه اینکه پسر عموی من بوده باشه یا من اینجا بخوام از یکی در برابر اون یکی دفاع کنم، مسائلی بوده گذشته رفته، بازتابش در زندگی امروز ما من رو وامی دارد که این شخصیت ها رو تاریخی ببینم. من میبینم آقا معاویه یک فرهنگ متفاوتی داره که شما اشاره هم کردید دلائلش رو، نزدیک دریای مدیترانه است محل حکومتش، این خیلی نقش بازی میکنه در کنار آب بودن تا در کنار شن و شنزار زیستن، خیلی در فرهنگ آدمی تاثیر میگذاره.
شما اگر در جای زندگی میکنید که همش جنگل است و زیتون است و آب است و چشمه است، اخلاقیات نگاه فلسفیت به جهان متفاوت است با انسانی که در بیابانهای حجاز زندگی میکنه، دو تا چاه آب دارن، بر سرش دعوا هم دارن. خب میبینی معاویه یک آدم شهرنشینه، شهروند متناسب با زمان خودش، شهروند خوبی هم هست، حالا حتما ظلم هم میکرده، من نمیدونم، میتونیم بعدا بررسی کنیم، نقایصی هم داشته مثل بسیاری دیگه، فرد مقدس هم که هرگز نبوده، کسی هم بهش نبسته، اما به خوبی داشت دمشق یا شام رو اداره میکرد. علی تازه به دوران رسیده که مدعی خلافت هست، میگه من خلیفه چهارمم و امیرالمؤمنین هستم، ولی امر مسلمین جهان هستم و شما باید به من بیعت کنید و در نمازهای جمعه به نام من خطبه بخوانید، سکه به نام من بزنید و تمام امور مسلمانان از بیت المال گرفته تا با کی بجنگیم، با کی صلح کنیم یا هر چیز دیگری، کلیدش باید دست من ولی فقیه باشه. شورایی هم که عمر را انداخت من قبول ندارم، گذشت رفت الا من و من. خب معاویه میاد میگه که عمو خرت بالید به چند، من جو صاحب قدرت هستم، خودم ارتش دارم، زندگی دارم و خیلی چیزهای دیگه داریم، تو کی هستی تازه از راه رسیدی، 2000 نفر بیشترم پیرو نداری، میخوای قدرت رو از من بگیری؟ خب این یک شخصیت تاریخی، حالا اینکه کارش درست بوده، عادلانه بوده یا نبوده یه امر دیگری، حالا ما در ادامه این برنامه در هفته آینده که امیدوارم آقای سلیمانی هم باشن این قضیه رو ادامه میدیم، تا جایی که مثلا میرسه و این مسلمان ها در عالم تشیع می نویسن که آره وقت جنگ شد معاویه کلک زد به علی علیه السلام. کلک چی بود؟ 500 تا قرآن رو بر سر نیزه کرد. اولا قرآن 200 سال بعدش تدوین شد، یعنی اون موقع اصلا قرآن چیزی به نام کتاب قرآن نبوده که 500 نسخه رو بزنه بر سر نیزه. خب این دروغ بزرگ. دوم این که خب اون موقع ممکنه برگهایی وجود داشته، حالا یا پاپیروس یا پوست یا خشت یا هر چیزی، برخی از آیات رو اونایی که از محمد شنیدن رو پوست نوشتن، رو تنه درخت نوشتن، نمیدونم رو کاغذ نوشتن، اینا هنوز کتاب نشده بود، جمع آوری نشده بود، تدوین نشده بود، آیات قرآنی از توش در نیامده بود بیرون، آیات شیطانیشو کنار نگذاشته بودن و پس و پیشش نکرده بودن، داستانهای بعد رو قاطیش نکرده بودن. هنوز این قرآنی که این مسلمان ها میگن معاویه بر سر نیزه کرد اصلا وجود نداشت. پس این دروغی است. حالا گیرم که او چند تا برگم بالا برده، خب همه مسلمان ها گفتن آقا معاویه درست میگه، ما حکمیت قرآن رو اگر قبول داریم که کتاب آسمانی ماست، خب باید به این قرآن قسم بخوریم. این آقا معاویه هم درست داره میگه، نمایندگانی از سوی علی، نمایندگان از سوی معاویه بیان این قدرت رو یه جوری تقسیم بکنن، هر کسی سهمی بگیره که دیگه دعوا نکنه. خب همونطوری که اونها پیراهن عثمان رو علم کردن، اینا هم قرآن نمیدونم بر سر نیزه کردن قرآن توسط عثمان و سپاهیانشو علم کردن و میگن محمد علی رو گول زدن. آقا این چه امامی است که گول میخوره؟ من تعجب میکنم، خب این امامی که شما میگید واقف است به غیب، حتی قبل از خدا و قبل از بیگ بنگ وجود داشته به نام علی، تمام جهان به خاطر علی درست شده، این چطوری از یک سردار سپاهی شام به نام معاویه شکست میخوره، گول میخوره و برش نامه می نویسه و معاویه برای این نامه می نویسه،
نامنگاریاشون نشون میده که سطح فرهنگ معاویه خیلی سیاست مآبانه، سطح بالا و زیرکانه بوده، در حالی که مال علی اینطوری نبوده. حالا ما وارد جزئیاتش نمیشیم، دور قبل جناب سلیمانی اشاراتی داشتن بین. به هر حال موضوع بر سر این است که ما در این برنامه های کافه روشنگران و عبور از خط قرمز تاریخ، من در واقع خودم رو در آینه میبینم و بررسی میکنم که اونا هرچی گفتن و نوشتن و درست کردن برای خودشون، آخه من چرا پذیرفتم؟ من چرا باید بپذیرم؟ اونم انسان عصر کوانتوم در سده 21، در واقع داریم امروز خودمون رو نگاه میکنیم. در خدمت شما هستم. ببینید جناب مانی، سوال اینی که اصلا ما به چه دلیلی، من، شما، آقای سلیمانی و خیلی از روشنفکران مملکت ما، ما در قرن 21 معاویه و علی روی میز ما قرار دارن؟ چون ما گرفتاریم. ببینید، ما بهتر بود که مثلا الان یه حکومت دموکراتیک یا نیمه دموکراتیکی داشتیم و میشستیم تاریخ خودمون رو بررسی میکردیم، مثلا به عنوان پیشینه تاریخی از زمان کوروش می اومدیم تا زمان محمد رضا شاه مثلا، یا اگر یه حکومت سلطنتی فرضاً سرکار بود اونو بررسی میکردیم در یه فضای دموکراتیک. ولی ما گرفتار این جنگ صفین هنوز هستیم. یعنی 90% ذهنیت مردم ما رو، اون کسایی که دنبالن، آقا علی و معاویه جنگیدن. خیلی خوب، ما بهتر بود اصلا اینا ربطی به ما نداشتن، اونجا جنگیده بودن تو کشور خودشون، به ایران هم نمی اومدن. ولی ما الان گرفتار حکومت علی هستیم. شما نگاه بکنید، من پیشنهاد میکنم که آقایون پیروان علی ابن ابی طالب و دشمنان معاویه یا هر دو طرف یک کرونولوژی تدوین بکنن از کشتارهای سرور جوانمردان عالم از زمان محمد تا لحظه ای که به ضرب شمشیر ابن ملجم در خون خفت، و نیز یک دونه کرونولوژی از کشتارهای معاویه واقعی تا زمانی که معاویه مرد تنظیم بکنن، تا ببینیم نخست کدوم یکیشون بیشتر کشتند و نابود کردند. برای اینکه متاسفانه ما تاریخ دو طرف رو از زبان مورخان که نمیشنویم، مگر اینکه از گلزیهر بیاد یه چیزی بگه یا یه مورخ خارجی، ما از منبر شنیدیم، پای منبر نشستیم، پای منبر آخوند گفته علی این چنین بود، ما باور کردیم، شوهر بیوه زنان بود، نون خوش به بقیه میداد، معاویه هم آدم بدی بود، حق علی رو خورد. ولی هرگز ما نیومدیم به عنوان یک محقق تاریخ سوال بکنیم علی چه حقی داشت. میگه جهان ما جهانی است که قرار تکلیفش رو خون تعیین بکنه، در جهانی که 9/10 این جهان حتی حکومت‌های ارتجایی استبدادی مثلا تو گوشه آفریقا هم ادعای جمهوری خواهی دارن و میگن آقا رأی مردم ملاکه، ولی یک تفکر ارتجایی که 1400 سال ما ملت قدیمترین امپراتوری جهان اسیر کرده، آقا حق علی رو خورد، معاویه خورد. نه آقا جان، اصلا حقی وجود نداره. و نخست پایه های اندیشه علی رو باید بررسی کرد که قرآن بود، الان ما اسیرشیم. شما نگاه بکنید، یزید بیشتر کشی لاجوردی، پیشانی محکم امام یزید بیشتر کشی آخوندهایی که موسوی تبریزی و نمیدونم موسوی اردبیلی. شما اینا رو اگه کرونولوژی رو ما برمان چهره تاریخی بذاریم، خواهیم دید که یزید به هیچ وجه مثل اینا نبود. و معاویه کارنامه ای، من گفتم نه طرفدار معاویه هم نه علی، من کسی هم تو عرصه تاریخ میکنم تاریخ رو بفهمم، فقط به همینان میگم نخست از حیطه جاذبه بیاید بیرون تا بفهمیم. و برای اینکه بفهمیم تاریخ رو ببینید. وقتی ما میبینیم تو تاریخ، میبینیم آقا در دوره حکومت علی هیچ اتفاق مثبتی در زمینه هنر و ادبیات نیفتاد، ولی بفرمایید بریم تو دوره معاویه. گفتم که کتابخان بود. شما نگاه بکنید، یکی از چهرهای بزرگ ادبی زمان معاویه که از زمان محمد زنده بود، عمر عجیب غریبی هم کرد که البته افسانه است، میگن 180 سال عمر کرد، ولی عمر بسیار طولانی کرد، به اسم قیس ابن عبدالله جعدی که معروف به نابغه جعدی، که کنیش ابولیلی بود، یعنی بزرگترین شاعران قبل از اسلام بود که تا زمان معاویه زنده بود. میگن یک تا پرست بود اول، بعد مسلمون شد، شعرهای سرود، از خلافت علی پشتیبانی کرد، تو جنگ صفین کنار علی بود، علیه معاویه جنگید، بعد معاویه را حذف کرد و معاویه دستور داد که اموالش رو بگیرن
ولی پشیمون شد از این کار. دستور داد تمام اموالش رو بهش برگردونن و شاعر معروف عرب رو همراه با یک والی خودش فرستاد به اصفهان و اونجا عمر درازی کرد و مرد. شما برخورد معاویه رو شما نگاه بکنید با یک شاعر مخالف خودش، با برخورد کشتارهای قطرهای زنجیری و کشتن ده‌ها شاعر و نویسنده و فرخزاد و اینا توسط اولاد علی. باز ما زمان معاویه، یکی از سوالایی که من میخوام واقعا بپرسم از نواندیشان مذهبی، چه اتفاقی افتاده که دائما شاهدیم از ارتش علی و پیروان علی جذب معاویه میشن ولی چند نفر از ارتش معاویه و یزید رفتن جذب شما شدن به شما پیوستن؟ وجود نداره. این خودش معنی همین سوال رو من از این اپوزیسیون کنونی میکنم که ما را مورد حمله قرار داده که اطلاعاتیه. 1000 مجاهد پیوستن به ارتش خامنه ای، نه اینکه موضوع شده باشن، رفتن مال زندگیشون 30-40 تاشون با اطلاعات کار میکنن، یک نفر از اونها پیوسته به شما. معنیش این نیست که خامنه ای خوبه، معنیش اینه که تو برآورد نیروها شما کاری کردی که طرف با 20 سال سابقه سیاسی اینقدر تو سرش میخوره و فشار که میره طرف خامنه ای، اینورا میره طرف معاویه. هرچند که کارنامه معاویه رو من اینجا تاکید بکنم که به هیچ وجه مثل جناب خامنه ای نیست. حالا اگر ما وارد واقعا یه مقدار عمق قضیه بشیم، شما نگاه بکنید، خود معاویه اشاره کردم آدمی بود، اون تحقیقی که من کردم واقعا دقیق رو اینا کار کردم که آدمی بود با سواد، یک همسری داشت به اسم میسون یا میسونه که مسیحی بود، شاعر خیلی توانمندی بود و یزید تحت تاثیر مادر خودش بود که شاعری رو شروع کرد و این زن شعرهایی گفته که حتی اروپایی ها بهش توجه کردن و یکی از شاعران، یکی از نویسندگان غربی به اسم اچ دبلیو فریلند سروده های مادر یزید رو ترجمه به انگلیسی ترجمه کرده. ترجمهش مثلا اینه: این دلگیر بود از کاخ معاویه و شعری سرود تمام زیبایی های فریبامیز جامعه های پرزرق و برقی که مجالس اشرافی را شکوه جلال می بخشد را به تو ارزانی می دارم، در عوض ای معاویه به من روشنی قلب جوانم را باز بسته، جلیقه ای را که از پشم شتر بافته شده است و چادری که نسیم آزاد بران می دمد برای فرزند صحرا گرامی تر از کاخ پادشاهی است، الی آخر، که بسیار زیباست که معاویه اون رو برگردون به صحرا و بچهش اونجا به دنیا آورد. این جناب یزید رو نیز باید بررسی کرد، شاعری بسیار چیره دست بود و لیبرال، که این کتابش هم به اسم زخم دوزخ تو ایران اخیراً چاپ شده با یه مقدمه ای که توجیه بکنه این چاپ رو، و وقتی آدم میخونه میبینه که آقا بعضی هاش که الان زنده بود جناب یزید احتمالاً تو جمهوری اسلامی، شعرش اینه: ای گروه پشیمان شدگان برخیزید و به نغمه موسیقی گوش فرادهید، شراب را پیوسته بنوشید و یادآوری از معنویتی را که مذهب میگوید ترکوی، نغمه عود مرا از صدای اذان خوشتر است، من این پیرزن درون خم یعنی شراب کهنه را به حور بهشتی برمیگزینم. و جای دیگه میگه که مساجد را برای عبادت کنندگان بگذارید و در میخانه بنشینید و شراب بنوشید، خدا نفرموده از وای بر میخواران ولی فرموده از وای بر نمازگزاران، که آیه قرآنه. شما به نظر من افکار خوبی داره، یعنی همین الان شما این جناب یزید رو بردارید به نه یزید توی شب شعر بذارید، کلی طرفدار پیدا میکنه، ولی یزید رو ما منبری شناختیم. آره جنگ شده، هم دیگر کشتن، 1400 ساله که ما این چهره تاریخی رو تبدیل کردیم یه چهره جهنمی، در حالی که اون یزیدهای واقعی که اگر اسمش رو بخوایم بزنیم یزید، پوست ما رو دارن میکنن تو ایران. 60% مردم ایران زیر خط فقر قرار دارن. چند قبل گفتن خط فقر 4.5 میلیون تومن، الان کارگر ایرانی 2.5 میلیون تومن میگیره، نون نداره بخوره. یزید در آبان گذشته 1500 نفر رو به جرم این که ندای آزادی دادن هرگز نکشت. شما کربلا رو دارید توی حمله به مکه و مدینه که اونم امام سجاد امام چهارم قشنگ همکاری میکرد، تمام مبارزان رو لو میداد، اسنادش هم هست، تا آخر عمرش مشغول دعا و نماز بود. آقا 1500 جوان ایرانی با صدا خفتون زدن کشتن، ما تو سرمون یا حسین یا حسین میکنیم. آقا تخم ترکش داره بر ما حکومت میکنه، ما تا کی میخواییم دید تاریخی نداشته باشیم؟ تا کی میخواییم
سر پل صراط یک سید بیاد ما را از پل صراط رد کنه ببرتون به بهشت خسته کننده ای که آخونده است. من تاکیدم اینه، نه دشمنی با این نه اون، دید تاریخی داشته باشیم برای نجات مملکتمون و آینده ایران و سعی کنیم. من امیدوارم که در برنامه بعدی آقای سلیمانی، چون ما مقدمات صفحه رو داریم میگیم و زمینه ها رو برای اینکه چهره تاریخی واقعا باز بشه که چگونه به میدان آمدن، چقدر انسان کشته شد، حدود 20 تا 25 هزار نفر مسلمان خونشون بر خاک ریخت به خاطر اینکه اون میخواست خود مختاری شام رو حفظ کنه، نمیخواست خلیفه بشه، میگه من خود مختاری باید داشته باشم، اینجا نیرو داشت، ارتش داشت، خوب پول میداد تو جنگ قدرت، این قبول نکرد، بعدش هم شکست خورد و بعدش هم ماجرای خوارج در اومد که ده ها هزار نفر هم اونجا سر بریده شدن و اینجا وسط ما دعوای آقا حق علی رو خوردن. نه آقا جون، در تاریخ حقی وجود ندارد، حق با کسی است که یا قدرت نظامی داره به قول ابن یمین، ز دو چیز ایران مر مملکت را، یکی زعفرانی یکی پرنیانی، یکی زر نام ملک برنوشته دیگر آهن آبداده یمانی، دیگه یا شمشیر است یا پول به ماویه داشت. این اشاره است به مقدمات تا امید این که برسیم به اصل قضیه. بله، اصلا آقای امانی در ادامه همین هویت شویی در ایران توسط روحانیت و متشرعین و حکام مستبدی که از اینا پشتیبانی میکردن، یکیش هم اینه که وقتی ایرانی ها شکست میخورن از اعراب، من رو بارها گفتم در تاریخ آمده 52 قبیله عرب ایران رو، ایران بزرگ رو بین خودشون تقسیم میکنن و اینها در همه اون، مثلا در خراسان خزیمه اعلم که وزیر دربار شاه پهلوی هم بود، خودش نوشته در کتاب خاطراتش، نوشته من یکی از اون افراد هستم، جنوب خراسان و بجنورد و اینا سهم قبیله ما شد. در تمام ایران همینطوری. بعد این عرب ها بر این شهرهایی که مال ایرانی ها بود حکومت میکردن، باج و خراج جمع میکردن، سهم خودشون رو بر میداشتن، بقیه رو میفرستادن برای خلفا در بغداد و هرگاه که خانواده یا مردمانی در یک شهر متمرد می شدند و می گفتند آخه مرد عرب تو چرا اومدی اینجا و با ما چه کار داری، بر آن خانواده یک مرد عرب می نشاندند. یعنی خانواده طرف هنوز زرتشتی بود یا ایرانی مونده بود یا فکر مقاومت داشت، باید خرج این عرب رو میداد، خونه بهش میداد، هر چی که میخواست بهش میداد تا او نگهبان همه خانواده باشه که نکنه دست از پا خطا بکنه، نکنه رو به سوی خورشید بیسته، نکنه مثلا نام زرتشت رو بر زبان بیاره یا هر چیز دیگری باوراش هر چی بوده. نه، یعنی توی بسیاری از خانه ها یک مرد عرب به عنوان نگهبان بالای سر خانواده میستاد. خب این مردم چیکار کنن؟ روحیه شکسته، دشمن مسلط، اینا باید فقط کشاورزی کنن، کار کنن، دامداری کنن، باغداری کنن، بدن به این حضرات. روحیه از دست رفته رو حالا میخواد بازسازی بکنه بخشی از این ملت. میان به برخی از سردابه ها و حمام های قدیمی و زیرزمین های متروکه رو بی آنکه کسی بدانه تبدیلش میکنن به ورزشگاه که ما امروز بهشون میگیم زورخونه و جمع میشن دزدکی. اگه نگاه کنید همه این زورخونه هنوز هم راه پیچوخمی داره میره زیر زمین، مثلا جایی رو انتخاب میکردن که فرمانده عرب یا عربایی که تو اون شهرن متوجه نشن، میرفتن اونجا شاهنامه میخوندن، داستان‌های پهلوانی می‌خوندن، ورزش می‌کردن، دمبل و میل و شنا و چرخیدن و حالت جنگ در میدان.
در واقع با این میخواستن که روحیه ملی و رزمنده و پهلوانی ایرانی ها به طور کلی از بین نره، نگه دارن برای روز مبادا. آقا اینو خود ایرانی های شیعه مسلمان کشفش کردن، رفتن اونجا به جای خواندن شاهنامه علی گویم علی جویم به نام علی و فلان بهمان صلوات بفرست الی آخر، تبدیل کردن به یک محیط اسلامی. یعنی پهلوانی که اینجا در میاد در واقع یه نیمچه آخوندکی برای خودش، واسه هم نیم پرسه آقا من اومدن اینجا پهلوانی برای چی؟ علی که دیگه نیست، حسین که دیگه نیست، من جا اومدم خودم رو نیرومند کنم. برای نیرومند شدن من خب شعر دیگری بخونید، مگه ایران شاعر کم داره؟ مگه حماسه سرا کم داره؟ از همون فردوسی بخونید. اصلا اینطوری نیست، شما اگر بری اونجا همونجا وسط جمعیت بلند شو بگی آقا این ذکر علی رو بذار کنار مرشد، یکم از شاهنامه بخون، همون مردم میریزن، همونایی که رفته اونجا بشن پهلوان برای حفظ روحیه پهلوانی، همونا میریزن اونجا و بیرون میخوانن شما رو. این همه اینا سمبول های بسیار کوچک و عادی شده هستند که در تمام صحنه های زندگی ما وجود دارن به شکل های گوناگون و ما رو تبدیل کردن به یک جماعتی، نه همه ما رو، بسیاری از ما رو، چون انسان های هوشمند و هوشیار هم توی ایرانی ها همیشه بوده، کشته هم شدن، مقاومت کردن، مبارزه کردن، نوشتن، کتابشون تو کلشون اونقدر کوبیدن تا مخشون از دهنشون اومد بیرون، شمع آجینشون کردن و تیر بهشون زدن، خیلی چیز دیگه اونا هم بودن ولی اکثریت نبودن. این اکثریتی رو که منم جزشونم تبدیل کردن به یک تودهی که نمیداند برای چی زنده است، نمیداند واقعا وطنش کجاست، گذشتهش کجاست، واقعیتش و هویتش چی بودن، پهلوانانش کیا بودن و الان به کجا به اسارت برده شده از در فرنگی. که آقای علم الهدا در مشهد میاد به زنان مشهدی و دختران مشهدی که ناگزیر شدن در حکومت اسلامی تن فروشی کنند میگوید که با این مردهایی که از کربلا و نجف و عراق میان یکم بیشتر بهشون حال بدید، ثواب داره، اینا بوی امام حسین و بوی تربت امام بهشون خورده. شما اگه دقت کنید تو تاریخ علم الهدای بزرگ در همون صدر اسلام بوده در لبنان، در جد همین علم الهدایی که الان در مشهد هست و اینا همچنان اینا هم جز همون طوایفی بودن که ایران رو گرفتن که اینا هنوز بقایاشن، موندن و همه کاره هم هستن، آستان قدس این ور اونور رو گرفتن. خب این داستان هایی که ما از تاریخ برمیگزینیم و در اینجا به نقد و بررسی میگذاریم برای بررسی خود ماست. ما نه دیگه با اعراب کاری داریم، نه با مسلمان های اونجا، نه میخوایم بریم با اونا بجنگیم. اصلا کو توان جنگی، کو اندیشه برای چی باید بجنگیم معلوم نیست. اینا رو ما بررسی میکنیم برای بازشناسی خودمون. البته برای من و همسن و سالای من دیگه دیرم شد، شاید این حرفای ما به دل برخی از فرزندان ما و آنهایی که از پی ما می آیند بر دلشون بنشیند و بیاندیشند و تاریخ رو دوباره بخوانند با سلیقه خودشون، با نقد خودشون. فقط از این برنامه های ما شاید این الهام رو بگیرن که می شود اندیشید، می شود شجاعانه بیانش کرد، بی واهمه بیانش کرد، هزینه هاش هم پذیرفت. بالاخره این ملت یک جایی باید خودش رو رها کنه از این بی‌هویتی و نجات باید پیدا بکنه. این نجات به دست خود مردم هن. هیچ ملکی، هیچ ملائکه‌ای، هیچ نیروی آسمانی و زمینی خودی و غیر خودی وجود نداره که بیاد شما رو نجات بده.
منجی هر یک از شما خود شمایید و این توان در شما جاری است. ملت با استعداد، پر از استعداد، اون همه استعدادی که یک جریان کوچیکی از خائنان در طول تاریخ نشون دادن از خودشون، از افشین بگیر که بهش خواهیم رسید همین هفته آینده در یه برنامه دیگری در کنار بابک، تا دیگران، اینا همه استعداد دیگه. خیانت کردن هم نشون میده که طرف میتونه بشینه طراحی کنه، نقشه بریزه، خیانت کنه تا به منافعش برسه. این استعدادها باید برگردن بر مسیری که رهایی این کشور ضرب خورده و به زانو در آمده است. به واقع این رو از این حالت بیاره بیرون، برای اینکه ما در برابر دشمنی زانو زده ایم که خودی شده به نام اسلام و امام و قرآن و پیامبر و الله. این حکومت سید علی خامنه ای رفتنی است، اما ما زمانی از حالت سجده و زانو زده بیرون خواهیم اومد که دیگه اون ایدئولوژی رو پشت سر گذاشته باشیم. من متاسف شدم که نمیدونم چه مشکلی برای جناب امیری سلیمانی پیش آمد، تا جایی که من مقدمه رو چیدم ایشون تشریف داشتن، از لحظه‌ای که قرار بود ایشون صحبت کنن رابطهشون قطع شد و معمولا پیشتر وقتی قطع میشد زودتر میتونستن دوباره کانکت بشن و امروز تا حالا نتونستن. امیدوارم که حالشون خوب باشه و در برنامه بعدی ما در خدمت ایشون هم خواهیم بود تا جنگ علی و معاویه و جنگ صفین رو با اشاره به جزئیاتش که آقای سلیمانی متخصصش هستن، واقعا ذهنت خیلی فعال و شاهکار. من میگم مردم ایران استعداد دارن، نمونهش، یکی از نمونه‌های برجستش خود آقای سلیمانی هستن. باشن، ما هم در خدمتشون باشیم و ادامه خواهیم داد. آقای یغمای عزیز، خب ما دو تا شاعر موندیم و با هم درد دل کردیم، شما اگر حرفی دارید بگید، اگر نه با بینندگانم خداحافظی کنیم دیگه تا برنامه. نه من چیزی ندارم، امیدوارم که جناب سلیمانی هر چیز زودتر در کنار ما باشن، در کنار ما، در کنار ایشون باشیم و ادامه بدیم. و این بحثی که اندفع کردیم مقدمه ای بود، دقیقا شما خوب باز کردید که ما تاریخ جعلی پیش رومونه تاست آخونده باید تبدیل بکنیم به تاریخ واقعی. و این نکته هم که شما اشاره کردید، ای کاش فرزن اعراب مثل چنگیز خان مغول ایران رو گرفته بود، ولی چنگیز رفت. ببینید اعراب نموندن تو ایران، تفکر آخوندی و علوی است که پدر ما رو در آورده. من بارها گفتم ما با عرب ها که مشکلی ندارم، عرب ها انسان های هستن، همسایگان ما، تحت فشار تو سوریه تو عراق دارن تیکه پاره میشن و کشته میشن. ما با یه فرهنگی که از جبل عامل برایشان آوردن و نرفتن و مزاحم خود، جالب، مزاحم خود عرب هم هست. الان جناب خامنه ای تو سوریه داره چیکار میکنه؟ تو لبنان داره چیکار میکنه؟ گل که به سرشون نمیپاشه که. بنابراین ما مشکلمون این، خیلی اومدن و رفتن تو ایران، هندوستان و انگلیس گرفت رفت، یه موقع چین و انگلستان گرفت ولی رفت، الان چینی که بزرگترین قدرت‌های دنیا است. ما مشکلمون اینه، شما گفتید تو هر خونه عرب بود، اون عربی که تو اون خونه بود رفت بنده خدا، ولی الان علی ابن ابی طالب تو اون خونه است نشسته کنار گوش ما واسه آخوندا و نمیذاره ما تاریخو بفهمیم. در برنامه آینده بیشتر در کنار جناب سلیمانی خواهیم بود. شادکام باشید، هم شما آقای یغمایی و هم همراهان نازنینون که همیشه ما رو تشویق میکنن. شادکام باشید، بدرود.